سلام 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 به همه دوستان عزیز خوش گلدینیز ویلکام خوش آمدین خوش آمدین صفا اووردین به به لطفا قلباتونم بذارید ای کسانی که تشریف آورده اید خیلی خیلی خوش آمدین مرسی 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 مرسی, مرسی. سلام و درود سلام و درود خدمت همه عزیزا امیدوارم حالتان عالی و غلاده باشه دیگه ما از دو جای از دو زوم لاگین می بودیم با رضا جان امروز گفتیم بیا کنار هم در یک قاب باشیم کم هزینه مصرف زوم کمتر شود حالا <تصحنت> منظور می که جای کمتر بگیریم و البته شوخی کردم خب قطعا ما را که شما با هم ببینین در جلسه گذشته اگر تان باشه بچه اروپا همه با هم جمع شده بودن الان فکر کردم ما اگه اینجا با هم باشیم حالا دوباره کمی با او یاد از او بیفتن و یاد کمپ گذشتهشان که کنار هم بودن چی کیفی داره چه لذتی داره پس خوشا حال ما که تقریبا بیشتر با همیم دیگه حتما بیاین تلاش کنیم کاری بکنیم زحمت بکشیم برنامه‌ای بریزیم که حتما بتانیم در آینده محدودیت ها رو حسب کنیم و نه ای که فقط کمپ ها یک جا شدن ما شود بلکه هر روز خواستیم باید کنار هم باشیم و حتی کنار هم بتونیم زندگی کنیم چی خوشتر و چی بهتر چی فوق تر از این ما میفهمیم که یک شنبه هست و برنامه هفتگی داریم هر هفته کنار همیم گرده همیم البته یه هفته پرسش و پاسخ نداریم یک بحث متفاوت داریم که در دا وضعیت کنونی که حالا اکثریت عزیزایی که در جمع هستن یا از دوستای ایران ما هستند یا از افغانستان هستند بیشتر و فارسی زبان ها حالا چالش ها و مشکلاتی که در ایران جریان داره و چالش ها و مشکلاتی که در افغانستان بالخصوص امروز جریان داره و این چالش ها خوب تاثیراتش بالای تمام دنیا و نظر ما و بالخصوص من و شما و این جمع بعضی فکرها را مخشوش ساخته و خواستیم یک سلسله برنامه‌ای که تا همچه حالت چیکار کرده بتانیم یک بحث کاملا متفاوت داشته باشیم امروز که دیگر رزا جان هست و همتان میشناسین حالا اپلاین بزرگوار ما و دوست و رفیق و صدیق ما همکار ما کلن این بحث با هم خواهیم داشت حالا شاید ما هم بعض جاها باشیم اما خب بحث موضوعی که دارن و این که چطوری بتانیم در این وضعیت استرس که به سمت ما وارد میشه تشویشی که به ذهن ما خلق میشه ترسایی که از مسائل مختلف داریم من مطمئنم که همین لحظه خیلی ها میگه چه کار بکنیم امروز که مثلا پیام داده که وای درست است که ما دنبال امنیت بودیم اما یارم میبینم اصلا نمیتونم حس حال خوب بگیرم یعنی یعنی ای فضایی که ما باید حس حال خوب بگیرم او رو از کجا کنم درست است که ما فقط دنبال امنیت بودیم حالا به هر دلیل خب هر چیزی که اتفاق افتاد شد حالا ما که ما به عنوان یک نتورکر به عنوان یک انسانی که حالا در فضای متفاوت قرار داریم امروز خیلی هم نتانیستن حتی جان شون به خاطر استرس ها و فشار هایی که برشان وارد شده و حتی بعضی ها به ما پیام داده بود که استاد شما هم دیگه عجیب است مردم در حالت چی از شما هنوزم هم ویبینار میگین شما هنوزم هم در ایت یک حالت هستین همچو مسائل و همچو پیام هایی هم بود دیگه به هر دلیل اینکه که ما در این وضعیت چیکار بکنیم اتفاق که افتاده افتاده چی از دست ما, ما و ما چی کار کرده میتونیم ما چی میتونیم نقش داشته باشیم در این مورد بحث های بسیار خوبی خواهیم داشت امیدوارم تا آخر باشین ما واقعا این برنامه متفاوت است همین که کنار هم هستیم از تجارب همدیگر استفاده میکنیم داشته های ما را با همدیگر شیر میکنیم به نظرم خیلی میتونه مؤثر و تأثیر گذار باشه ما خوش آمد میگم عزیزایی که تازه با جمع ما پیوستن میهمان هستن در این برنامه و همچنان عزیزایی که دوستان شما دعوت کردن به این برنامه همه را خوش آمد میگم امیدوارم یک ساعت همه چیزهایی که حواس ما را پرت میکنه را کامل بگذاریم کنار بیایم یک ساعت در یک فضای متفاوت باشیم و حواس پرتی ها را دور بکنیم قلم و کتابچه در دست ما باشه بعضی نکات و بعضی چیزها را حتما یادداشت میکنیم و بیایم چیزهایی که امروز یاد میگیریم از آموخته ها و تجارب رضا استفاده میکنیم یا را بیایم بعدش حتما و حتما تصمیم بگیریم بعدی برنامه بریم با عزیزایی که میبینیم ده همچو حالتی که قرار دارن بریم با صحبت بکنیم و بتانیم کمک کرده باشیم برشان و بتانیم حداقل کاری که الهامی برش میدیم روحیه برش میدیم به نظر میمیتونه بهترین کمک و بهترین کار باشه و سراپا گوش هستیم و میشنویم به حرفای گرانبه های رضا جان نقیبی داداش گل ما مرسی, مرسی 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 ممنون دوستان عزیز ممنون از داداش و گل خوشحالم که کنار هم هستیم ما در کنارمون شکوری عزیزم داریم ایشون ولی خب تو قاب جان نمیشودن اون طرف نشستن گوش میکنن بحث فوق العاده فوق عالی امروز داریم با هم دیگه دوستان عزیز بهتون قول میدم خیلی میتون تو زندگی بهتون کمک کنه یعنی این یک ساعتی که این هفته دوره هم هستیم که 55 پنج پنج دقیقه فرصت داریم مطمئنم مطمئنم که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه خدا رو شکر به خاطر اینکه یه بحث فوق عالی برای زندگی تک تک ما میتونه باشه جرقه این موضوع از اونجایی خود که خب دیروز با علی جان ایوبی عزیز داشتیم صحبت میکردیم و بحث این بود که شرایطی که الان متاسفانه در کشور فوق افغانستان و دوست داشتنی با مردمان بسیار مهربون و نازنین افغانستان اتفاق افتاده یه مقدار خیلی ذهنا رو درگیر کرده اون که خیلی ببینیم <applause> باش مرسی. باش تنظیماتو درست میکنیم نه مرسی و ذهنها رو خیلی درگیر کرده نه تنها خب ما تقریبا دوستانی که فارسی زبان هستن اکثرا از کشور افغانستان هستن چه در خود افغانستان چه در اروپا و در هر صورت میگن چه عضوی <تصفح> به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار در واقع اگر یه مقدار تو بحث انسانیت یه مقدار تو بحث کارهای درست افراد فکر بکنن ناراحت میشن بابت اینکه هر جا هر کسی واقعا بهش آسیبی وارد بشه و این ناراحتی در واقع مخصوصا توی تجارتی مثل نتفوک مارکتینگ که ما همه از یک کمپانی از یک تجارت از یک مسیر هستیم و اهداف مشترک داریم هدف ما توی این تجارت کمک به خودمون به خانوادهمون به جامعهمون به مردمانمون از لحاظ محصولی از لحاظ تجارت اینا اهداف ارزشمندی هستش که باعث میشه این کشتی و این تجارت پرقدرت همیشه به حرکت خودش ادامه بده و افراد زیادی به این جامعه اضافه بشن مخصوصا تو تجارت ما این موضوع خیلی پررنگتر هستش و واقعا آدم ناراحت میشه وقتی یه همچین چیزایی رو میشنوه یا میبینه که خدا رو اوضاع خیلی بهتر شده تمام ما انرژی میفرستیم دعا میکنیم هر چیز به هر،, هر کسی به هر چیزی که اعتقاد داره باید اینو از لحاظ احساسی و از لحاظ انرژی بفرسته برای کشور فوق العاده افغانستان و همه جای دنیا که در نهایت مردم در صلح و آرامش زندگی کنن من تقریبا با داداش و گل از 2013 من میرم افغانستان و میام و هشت نه ساله که من افتخار رفتن و اومدن به این کشور العاده رو داشتم بعد از کرونا متاسفان دیگه نتونستم برم و جالبه توی کشور افغانستان تقریبا تقریبا همه مردم میگن ما هیچی نمیخوایم فقط امنیت میخوایم چیزی که شاید بیش از چهل ساله که اونجا کم بوده یا اصلا نبوده یه جاهایی و ما نمیخوام حالا خاطرات گذشته رو یادآوری کنم من دو سال افغانستان بودم زندگی کردم در تقریبا بیشتر اون دو سال رو اونجا بودم و میدونم که چه شرایطی اونجا بوده درک میکنم اونجا زندگی کردیم با هم بودیم و مطمئنم که مطمئنم که افرادی که الان اونجا هستن خب توی وضعیتی هستن که این وضعیت خیلی شاید عادی و نرمال نیست هدف اینه که ما یه موضوع خیلی خوب رو امروز به زندگی افراد اضافه کنیم یه ارزش خیلی خوب بحث مدیریت استرس و بحران پیش اومد میخوایم خیلی بحثای زیادی رو نوشتم که بتونم که انتقال بدم مطمئنم خیلی میتونه تاثیر گذار باشه من فقط خیلی سریع چون خودم توی این موضوع خیلی کار کردم به معنای واقعی حالا توی این مدتی که مخصوصا این تجارت رو شروع کردیم اتفاقای زیادی واسه ما افتاده داستان یک روز زندگیمو تو مالزی براتون تعریف میکنم این داستان کاملا واقعیه و توی یه 24 ساعت این اتفاقا باستم افتاد در واقع من تازه رفته بودم مالزی اونجا یه استاد زبان خصوصی بود که باید میرفتم اونجا به هم زبان یاد میداد یه روز کاریمون بود یه روز زندگیمون بود بعد یه ماشین اجاره کرده بودم از خونه من تا خونه استاد زبان ما 10 دقیقه فاصله بود و تازه نتفورک اونجا استارت کرده بودیم کشور کوالالامپور شهر کوالالامپور مالزی خلاصه مالزی هم خیلی سرک های حلقویش خیلی زیاده ما این مسیر ده دقیقه رو یک ساعت و نیم با موتر با ماشین میچرخیدیم پیداش نکردم در نهایت پیداش نکردیم و خلاصه دیر رسیدم به کلاس و بعد از یک ساعت و نیم که رسیدیم این کسی که معلم من بود تو مجموعه ما هم بود نتورک هم با هم استارت کرده بودیم کار میکردیم خلاصه رفتیم اونجا رفتیم اونجا و کلاسمون از دست رفت باید میرفتیم دانشگاه UCSI اونجا یه نفر رو که بیزنس بهش معرفی کرده بودیم اینو به حساب پیگیری میکردیم یعنی می میدیدیمش یه قرار ملاقات و کاری داشتیم اومدیم تو آسانسور کلید از دست من افتاد بعد دیدیم که آسانسور ها یه فاصله آه. بینشون هست از همون فاصله کلید موتر ما رفت پایین رفت پایین و خلاصه من یه کلید زاپاس همیشه تو کیفم هم داشتم دیدیم نمیشه باید میرفتیم اومدیم بریم کلید زاپاس رو که زدیم دوزگیر ماشین وینگ وینگ میکنه این دیگه قطع نمیشد با زاپاس حالا هوا گرم عرق میریختیم مالزی کشور شرجی استوایی خلاص اینم هی صدا میداد همه هی رد می میگفتن آقا صدا اینو قطع کن اعصاب همه رو خرد کرده بود ما رفتیم این فیششو کندیم خلاص دوزگیرش قطع شد ماشین روشن کردیم اومدیم بریم جنگل جلو ما آتیش گرفت جنگل آتیش گرفته بود شعله ها ببین شعله های اینقدر زیاد بود با هلیکوپتر می اونجا داشتن آب می پاشیدن مالزی همش جنگله و یه صحنه عجیبی بود نزدیک بود بونجایی اون که ما بودیم خلاصه ما سوار شدیم رفتیم تازه تیم استارت خورده بود یه پسر بود قرار بود شروع کنه تجارت رو قرار بود دانشگاه ببینیمش کلی قرار ما دیر شد و عقب افتاد خلاصه رفتیم اونجا اونم قرار بود جوین بشه بیزنس رو شروع کنه رفتیم اونجا فاز منفی بهش موشک منفی خورده بود و بهش گفت اصلا تجارت شروع نمیکنم به هیچ انوا یه نه بسیار محکم هم شنیدیم البته واسه من نشنیدن اون موقع خیلی سخت نبود برای تیمی که تازه شروع کرده بودیم خیلی براشون نهای اولیه فشار می آورد اون هم خلاصه انرژیشون گرفته شد داون شدن خلاصه از راه دانشگاه برگشتیم و پلیس جلوی ما رو گرفت پلیس جلوی ما رو گرفت و بعد خب اونجا معمولا گیر میدن دیگه یه نیم ساعت ما رو نگه داشت و یه خورده بهشون مجبور شدیم دیگه هی گیر میدادن پول میخواستن پول دادیم اومدیم اومدیم خونه یه روز فوق العاده رو پشت سر گذاشتیم بعد از ایران به من زنگ زدن یکی از اعضای فامیل ما تصادف کرده بود و, ف... و صورتش از دو جا شکسته بود یکی از نزدیکترین افراد زندگی ما اتفاق برایش افتاده بود بعد زنگ زده بودن که این تصادف کرده و تمام نمیدونم صورت از بین رفته و خلاصه بعد من تو اتاق کناری بودم اون موقع دایرکتم کسی که با هم بیزنس انجام میدادیم این اومده بود تو اتاق کناری بعد فهمید من خیلی اصلا همه این اتفاق ها یه طرف که مهم نبود این دیگه تیر خلاص بود اون شب به ما و من داشتم سوال میکردم از یه طرف هم نمیخواستم اینا متوجه بشن که من چه اتفاقی افتاده که مبادا انرژی منفی بهشون بدم اومد گفت چی شده گفتم همه چی اوکیه شما اونور باشید من میام حالا من از اون طرف اشکم هم در اومده بود و خلاصه جلوی نمیخواستم بروز بدم چه اتفاقی افتاده خلاصه یه موضوع تمام شد رفتم اونور با لبخند و گفتن چی شده داشت رضا به ما گفتن داش رضا گفتم هیچی همه چی اوکیه امروز عجب روزی بود نشستیم روزمون رو با هم مرور کردیم و کلی خندیدیم در واقع و یه روز پر از استرس بود پر از استرس های خیلی بد هر کدومش کافی بود تا آدم مثلا نمیدونم چند ساعت یا چند روز بخواد کل ذهنشو آف کنه در هر صورت دیدیم بعضی وقتا که شروع میکنه به اومدن از در و دیوار میباره نمیدونم شنیدین یا نه حالا یه چیزی یه قوانین هست بهش میگن قوانین مورفی قوانین مورفی که من حالا بعضی بهش اعتقاد دارم بعضی بهش اعتقاد ندارم میگن وقتی که شروع میکنه باریدن میباره مثبت قرار باشه به باره میباره منفی هم قرار باشه به باره از در و دیوار میباره حالا ما بحث امروز ما اینه که چجوری بتونیم خودمون رو تو شرایط استرسزا حفظ کنیم ناتانلی حفظ کنیم با تالسو بتونیم حتی خیلی رفتارهای درستی انجام بدیم مدیریت کنیم و به بقیه هم که تو این شرایط قرار میگیرن اصطلاحا کمک کنیم صدای ما خوبه همه چی اوکیه اوکی مرسی خب چون بعضی وقتا علامت چیز میاد دوستان عزیز اولا اینکه مرسی ممنون اولا اینکه ما دو نوع استرس داریم استرس خوب استرس ناخوب اوکی یعنی بعضی وقت خود کلمه استرس که اسمش میاد هم فکر میکنه اصلا استرس خوب وجود نداره در حالی که ما استرس خوب هم داریم استرس هایی که هیجان زندگی ما رو بیشتر میکنه تلاش زندگی ما رو بیشتر میکنه باعث میشه که ما مثلا به قول معروف بگیم خب اوکی من من یه استرسی دارم مثلا امروز داداشو گل داشت میگفتش که من یه امتحان درایوینگ دارم تو ترکیه و باید مثلا برم بخونم شرکت کنم خب این یه استرسی بودش که همین قبل جلسه داشتیم با داداشو گل در موردش صحبت میکردیم قبل جلسه ینگای محترم خانم داداشو گل کامیاب شده خلاصه رفته قبول شده ولی داداش هنوز باید امتحان بده تا کامیاب بشه و خب این یه استرسی هستش مثلا ورزشکارها نگاه میکنی قبل از ازدواج شب نکاه آره قبل از ازدواج هم یه استرسی هستش که خب شب نکاه نه قبل از اینکه نکاح بسته شه جمع استرسی داری آره اونم یه استرس و... ببین یه سری استرس ها واقعا به زندگی آدم جهت میده معنی میده شما ورزشکارای المپیک رو نگاه کنید که تازه تموم شده همین قبل بعد از المپیک من چون کشتی کار کردم یه کشتیگیر آمریکایی تو اینستاگرامش شیر کرده بود که خودم برای المپیک 2024 نمیدونم کجا هست کشورش گفته بود از حالا حریفاشو به چالش دعوت کردو و برای برای سه سال دیگه و این خودشو توی استرس قرار داده بود اصطلاحا پس استرس های خوب استرس هایی هستن که به زندگی ما هیجان میدن معنی میدن تلاش ما رو بیشتر میکنن استرس های ناخوب چه استرس هایی هستن استرس هایی که اصطلاحا به ما احساس ضعف میدن احساس خشم میدن عصبانی میکنن ما رو اصطلاحا ما رو تحت کنترل باعث میشن که کنترل زندگیمون از دستمون خارج بشه باعث میشن که رو اطرافیانمون هم تاثیر منفی بذاریم دیدین خیلی وقتا مثلا حالا کسایی که بچه دارن بعضی وقتا مثلا میبینی یه استرسایی بهشون وارد میشه که اینا با بچه هاشون بد رفتار میکنن داد میزنن کتک میزنن هر بحثی که هست حالا نمیخوام چیز باشه تاثیر استرس ها روی فرزندان تاثیر استرس کاری روی روابط زن و شوهر تاثیر استرس روی دوستان تاثیر استرس روی رفتار ما با پدر و مادر و و و و, و. چیزهایی که باعث میشه ما رفتارمون از کنترل خودمون خارج بشه دو تا بحث وجود داره امروز میخوایم در مورد این موضوع به نتیجه برسیم حالا بحث افغانستان هم که داریم قطعا خیلی میتونه کمک بکنه به همه اینکه آیا ما استرس رو کنترل میکنیم یا استرس ما رو کنترل میکنه این دو تا بحث متفاوته رفتار درست و مدیریت درست با استرس اینه که استرس تحت کنترل ما باشه اگه ما تحت کنترل استرس باشیم این کاملا آسیب وارد میکنه و حالا میخوایم در مورد این صحبت کنیم که چجوری ما میتونیم استرس ها رو به کنترل خودمون در بیاریم انواع استرس رو صحبت کنیم چجوری این استرس ها رو برطرف کنیم چجوری مدیریتش کنیم و یه سری بحثایی که تایم هم در نظر بگیریم که 42 دقیقه فرصت داریم انواع استرس حالا دیگه ماشاءالله ببین اگه صداها رو وصل کنیم کشورهایی مثل ایران و افغانستان اگه بخوان استرس هاشون رو بگم، باید برقا رو خاموش کنیم زار زار بشینیم تا هفته آینده همه دور هم گریه کنیم از استرس هایی که تو زندگیامون وجود داره تا دلت بخواد مخصوصا میگم تو جامعه هایی مثل ایران و افغانستان که از لحاظ امید به زندگی رتبه های اول دوم سوم و همیشه تو دنیا داشتن تو پنجتای اول بودن از آخر منظورم اینه یعنی از بس استرس زیاده از بس فشار زیاده و این اصلا خبر خوبی نیست متاسفانه خب استرس های مالی دیگه ماشالله گل بلبله افرادی که استرس مالی دارن حالا استرس مالی میتونه هزینه های زندگیشون باشه میتونه نمیدونم هزینه های فرزندانشون باشه چالش های مالی که خب معمولا خیلی وقتا همه ما درگیرش بودیم استرس های ارتباطی مثلا میبینی یه نفر از همسرش جدا شده مثلا میبینی یه نفر شکست عشقی خورده یه نفر میبینی عشقش مثلا با یه خدافزی خوشحالش خواستگار کرده خواستگار ندارم خواستگار مثلا سن آها دنبال دختر از پیدا نمیتونم بچارم <تصفح> میترسه که اخیم نرم از دنیا <تصفح> من یکی از استرسام داداش گل قبل از ازدواج این بود که آیا خدا به هم اولاد میده یا نه <تصفح> چون مثلا فکر میکردم نکنه این بحث که اینا هم جامعه خیلی یکی دیگه استرسام این بود که تا زن میگیرم کل نشم چون من ریزش مو داشتم ببخشید قابل امیدوارم اونایی, کی... اونایی که کل شده اونایی که <applause> کل هستن <applause> نگران نباشید کل شدن خوب. خیلی خوبه اصلا یه نوع جذابیت خوب اونا... اونایی که کل هستن بذار من یه لایک براشون بذارم کجا رفت او مای گاد یه لحظه معلامی ها خواستم یه جای اوکی okay. ما یه قلب بذاریم برای اونایی که کل هستن مرسی اینم خودش نوعی جذابیت حالا من که از استرسام این بود که چون ما میریخ گفتم نکنه من تا ازدواج میکنم کل بشم دیگه مثلا ایش که ما زن اینا یا مثلا بچه دار شدن هم یه استرس بود استرس های کوتاه مدت داریم استرس های بلند مدت داریم خیلی نمیخوام وارد بحث های تخصصی و پیچیدش بشم میخوایم ساده صحبت کنیم که همدیگر رو خیلی خوب بفهمیم وگرنه بحث استرس خیلی مفصله استرس های مربوط به ارتباطات استرس های مربوط به زیبایی حتی مثلا خیلی وقتا افراد صورتشون خیلی میریزه بیرون حالا بخار داره جوش داره نگران میشن یا نمیدونم سنشون داره میره بالا آقا من احساس میکنم نمیدونم دیگه اون آدم شاداب قدیمی نیستم این استرس های مربوط به سن و اینا هستش استرس های مربوط به از دست دادن بعضی ها دور از جون خدایی نکرده یکی از دنیا میره نمیدونم فرزندی خدایی نکرده پدر و مادر خدایی نکرده که امیدوارم همه 120 سال دعای همیشگی عمر کنن ولی خب اتفاق میفته دیگه یعنی باید آمادگی اینو داشته باشیم که هر کسی اطراف ما امکان داره از دنیا بره و این خیلی مهمه که چجوری این مدیریت رو استر... این استرس رو مدیریت کنیم این... این مدیریت رو استرس کنیم من یه مثال واقعی بزنم پسر امه مادرم این کاراته کار میکرد کاراته کار بود و خیلی تلاش میکرد خیلی زحمت میکشید بعد در شهر کرمان اون موقع برای تیم ملی کاراته ای ایران دعوت شد دعوت شد تو همین اردوی تیم ملی امه مادر ما از دنیا رفت یعنی مادر ایشون از دنیا رفت و بسیار به مامانش وابسته بود بسیار خدا رحمت کنه همه رفتگانو و این بنده خدا اومد چه کار کرد؟ یک سال خودش رو در اتاق حبس کرد عجیبا یک سال چون خیلی وابسته بود و حالا توی شهر کرمان فوقلاده اصلا معروف این موضوع خیلی این موضوع تأثیر گذاره حالا بحث اعتقادی نیست مثلا تو کرمان میگن تفریگاه مردم در شهر کرمان مزار مرده هاست واقعا اینجوری ها پنشنبه ها مزار مرده ها تفریگاه مردمه مسجد صاحب از زمان بهش میگن مهدی جان میدونه که اینجا هست من کجا رو دارم میگم و دوستانی که کرمان بودن بعد فقط آب و قضاشو میذاشن دم در بر میداشت حق نداشت بره ببینش افسردگی شدید دپریشن شدید داغون و در نهایت تیم ملی رو از دست داد و رو از, از بین برد بعدها هنوز که روز من با آدم دوستم در ارتباطم اسمش سعیده و همیشه تو زندگیش میگه که من چه اشتباهی کردم من یه فرصت فوق العاده رو این همه واسه زحمت کشیدم تلاش کردم و تیم ملی کاراته ای ایران اون موقع میتونستم دانسه ی کاراته بود کسایی که حالا رزمی کار میکنن در هر صورت داستانهای زیادی اطراف همه ما در مورد این جریان وجود داره خب استرس ها زیادن حالا ما در موردشون بخوایم صحبت بکنیم خیلی زیادن هر کسی تو زندگیش یه سری استرس ها رو داره مثلا خود بیماری یه استرسه که وجود داره و بعضی اطراف ما هستن بیماری هایی دارن که به قول معروف چی میگن؟ بیماری های خاص بهشون میگن خدایی نکرده میبینید یه نفر دوچار سرطان میشه حالا امیدوارم هیچ کس اطراف ما دوچار بیماری خاص نشه همه بیماران رو خداوند شفا بده در هر صورت ولی یه اتفاق میفته میبینید یه عزیزی از نزدیکان ما دچار یه بیماری میشه که علاج نداره اصطلاحا میگن جلوی چشم ما داره پرپر میشه میدونید و این خب خیلی سخته خیلی درد آوره خیلی استرس زا هستش من توی همایشی شرکت کردم جالب بود یه همایش بین بود بدترین استرس دنیا رو مرگ همسر معرفی کرد اوکی ولی توی آمارها به صورت تئوری ولی به صورت واقعی بدترین استرس دنیا رو مرگ فرزند اعلام کرد می گفت یعنی بالاترین استرس در دنیا اینه که یه نفر فرزند یا اولادش رو از دست بده این بالاترین استرسه دیدین خیلی از پدر و مادرایی که این فکر... اتفاق براشون می فکرشون میترسن نه فکرشون آدمو میتر اصلا تو نمیتونی به این موضوع فکر کنی واقعا کسایی که اولاد دارن میفهمن من چی میگم اصلا فکرم نمیتونی بهش بکنی استرس هم حالا تفاوتاش گفتی انواع و اقسام یک استرس است که اتفاق افتاده استرس پیش آمده <متصفيق> یکی استرس هایی است که هنوز اتفاق نیفتاده و تو بعضی وقتا میای خود در استرس میندازی آره ایش داید. خیلی بده آره سه هنوز هیچ اتفاق نیفتاده تو از قبل میای تصور میکنی او اتفاقی که قرار بیفته نکنه اینطوری نشه آفرین نکنه فلانی از دست بتم نکنه فلانی رابطه‌ام خراب شه نکنه فلانی طلاق شه از این بگیره نکنه کشور ما اینطوری شود نکنه مثلا فلانی پیش بینی های منفی پیش های منفی که میشینی پیش از پیش استرس برای خودت ایجاد میکنه که ای فکر میکنم دیگه از زشترینش باشن باشه اصلا میگن 90 بیش از 90 فیصد دلایل پیر شدن مخصوصا مادرها اتفاقاتیه که هیچ وقت نمیافته جالبه مثلا بچه دیر میاد نکنه ماشین زده زیرش نکنه دزدیدنش نکنه آدم رو بایی شده نکنه الان دارن <applause> کلیه ای سمت چپشو رو در میارن با کبد سمت راستش رو فلان میکنن خب همش پیشن شروع میکنن از این فکر را کردن هیچ وقت فکر نمیکنه که نکنه بچه هم یه کیسه پولی پیدا کرده داره اینا رو میشماره خب و قرار مثلا یه کیسه پول بیاره خونه و اونم در... و جالب اینجا از هیچ کدوم اتفاق نمیافته در نهایت همین همین چند شب پیش کاکشاخان عزیز میگفت پسر ما یه لحظه گم شد حالا اون اتفاق افتاده بود و چقدر نگران بودن چقدر استرس داشتن بالاخره چند تا پوچی پایینتر پیداش کرده بودن خدا رو و خیلی وقتا اصلا استرس ها اونایی که زائیده ذهن ما هستن اینا که دیگه اصلا فوق العاده فوق العاده اشتباهه یعنی حالا جلوتر بهش میرسم در مورد ذهن و فکر کردن و این جریانات جلوتر اشاره میکنم بهش در هر صورت در هر صورت بحثمون ادامه بدیم که این استرس ها رو چجوری باید منیج کنیم حالا اینی که داداش گل گفت این که اصلا پیش بینی منفی فوق العاده استرس ها رو بیشتر میکنه میدونید یه خانم شکوری عزیز از دست دادن شغلم از اتاق فرمان گفتن <applause> یکی از استرس هایی هستش که در دنیای امروز بعد از کرونا واقعا وجود داره مرسی استرس از دست دادن شغل استرس نمیدونم اخراج شدن حتی این،, این،, این, حالا هر استرسی که اطراف ما وجود داره دوستان عزیز یه نکته جالب اول بهتون بگم اینو خیلی ها میدونن شاید بعضی ها ندونن در زندگی همه انسان ها دو تا دایره وجود داره توی کمپ مایورکا توی هفت عادت این ترینینگ برگزار شده برای دوستانی که تو کمپ اروپا بودن من اینجا کامل یه اشاره می کنم بهش دایره نفوذ دایره نگرانی همه انسان ها توی زندگیشون دو تا سیرکل دارن the circle, are, the circle of influence the circle of concern. دایره نفوذ دایره نگرانی چیزهایی که ما رو نگران میکنه در دایره نگرانی ماست و تحت کنترل ما نیستن حالا خیلی چیزا میتونه باشه حالا بحثش رو اشاره میکنم چیزهایی هستش که ما رو نگران میکنه ولی تو دایره نفوذ ماست یعنی ما میتونیم تأثیر گذار باشیم ما میتونیم یه تغییری در اون ایجاد کنیم استلاحا به عنوان مثال عنوان مثال ما هیچ کدوممون نمیتونیم تعیین کنیم که الان چه حکومتی بر افغانستان حاکم شود سیاست ها و جام دولت ها و یه سری افراد اینا رو میشینن تعیین میکنن و ما اصلا خبر نداریم چه اتفاقی داره میفته واقعا اینکه نمیدونم قیمت دلار و قیمت ارز و نمیدونم اقتصاد جامعه و وایروس بعدی و دلتا و موج پنجم و اصلا اینا تحت کنترل و نفوذ ما نیست واقعا ما نمیتونیم اینا رو کنترل کنیم اینا تو دایره نگرانی ماست و هر چی که نکته این دو تا دایره اینه رو هر دایره ای که تمرکز کنیم بزرگتر میشه دایره نفوذ ما چیا هستن آقا من میتونم فاصله اجتماعی ما با دیگران رعایت کنم این تحت نفوذ منه من میتونم دستامو زیاد بشورم حالا مبود به کووید داریم میگیم من میتونم واکسیناسیونو رو جدی بگیرم برای اینکه مثلا دست خودم دیگه حالا جایی که میتونن واکسیناسیون انجام بدن من میتونم در مورد ساعت خواب خودم تصمیم بگیرم من میتونم در مورد اینکه روزانه وقتم و کجا صرف کنم برای کسایی که دارن بیزنس انجام میدن و رئیس خودشون هستن همه اینا رو ساعت خوابم ساعت مطالعم وقتی که میذارم تربیت فرزندانم چیزهایی که من روشون نفوذ دارم و من میتونم روشون تمرکز داشته باشم و باعث بشم که اینا بهتر بشن اینا چجوری هستش که من گفتم یه سری چیزا هستش که اصلا تو نفوذ ما نیست یه چرخه خیلی خوب داداشو گل مرسی جالبی است که دایره نفوذ در داخل دایره نگرانی است نگرانی یعنی اینطوری یک دایره بکشین و دایره نفوذ معمولا کوچکتر است و داداش گل گفت وقتی که دایره نفوذ تو تمرکز میگذاری میتونی مثلا بالای دایره نگرانی های صحبت تمرکز داشته باشی و جالب صحبت کردن در مورد نگرانی نگرانی رو حل نمیکنه فکر کردن در مورد نگرانی نگرانی رو حل نمیکنه دیروز خیلی خوب بود یک اسکر میگفت گفت سیاست دولت ما گفت میشینن بخاطر خاطر از اینکه یک جای بگیرن میشینن جلسه میگیرن گفت جلسه که کشور آباد نمیکنن جلسه میگیرن که تا یک کار رو بکنن مثلا خب جلسه فایده نداره گفت باید به با کسی مملک کنیم بریم مثلا یک کار رو باید انجام بدیم حالا جالب است شما بالای هر یک از دایره‌ای که من نشان دادم و گفته داداش گل شما تمرکز بگذارین و ذهنتان و فوکستان بالای هر کدام از دایره باشه او دایره بزرگتر میشه ببین دایره نگرانی دایره کل دایره بیرونی حتی دایره نفوذم هم در داخل دایره نگرانی است اگر دایره نگرانی بزرگ شوه خوبی چی است آیستا آیستا دایره نو... دایره نفوذ وقت بزرگ شوه خوبی چی است که دایره نگرانی را میاره در تحت کنترل خود چون او در داخل دایره نگرانی است یعنی چی یعنی الان بالای نرخ دلار من و شما تاثیر داریم نه آیا هستن آدمایی که بالای نرخ دلار تاثیر دارن؟ Of course که yes. هست درست؟ آیا ما در امنیت یک کشور تاثیر داریم؟ نه آیا هستن آدمایی که تاثیر دارن؟ بله پس او آدمها که هستن؟ او آدم ها کسایی هستن که تمرکزشان اول بالای دایره نفوذشان بودن و رشد کردن و رشد کردن و رشد کردن و رشد کردن حالا بعضی از چیزهایی که برای من و تو نگرانیز بر از وان نفوذ شده یعنی تحت اثرشان است پس من و تویی که هنوز دایره نفوذ ما این از در حد یک نقطه هست و تمرکز ما به جای از اینجا باشه تا رشد کنیم و میایم در مورد سیاست و دولت و آب و هوا جر و بحث میکنیم و وقت خود میگذرانیم چه از طریق فضای مجازی چه از طریق فضای حقیقی هیچ فایده ای ندارد جز از اینکه وقت ما رو زایع میکنیم دقیقا. و نگرانی های ما بیشتر و بیشتر و بیشتر هم شده میره همین الان چند دقیقه رضا جان در مورد نگرانی صحبت کرد چند دقیقه در مورد استرس صحبت کرد من مطمئنم که خیلی هایتان علاقه من بودین که مایک ما باز شد و فهمیده می شده اینطوری اینطوری که کردین من فهمیدم که حالا میگه من با بگذار من بگم من از تو بدتر خاطره دارم نفر بعدی میگه نه من از تو اصلا بیبی حالا اگر رقابت بکنیم در این موضوع من مطمئنم که یکی از دیگه میان سنگینتر تر خاطرای زشت و بعدا میگه که هممون داشتیم هیچ کس نبوده که دیگه هیچ خاطری نداشته ده ده. هر قد سن بالاتر میره بیشتر داریم بیشتر. دیگه ما داریم. دور, و دور ما پر از این جریانات فکر میکنه بعضیا 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 شما کمک که مثلا خب بعضی جاها مجبور باشین چند تا را درس به دنیا آموزش بدین دنیا الهام بخشی باشین جالب و فکر میکنه یا دیگه تمام شده یا تمام شده استرس چالش نداره یک نفر میگه رفت پیش یک عالم عالم پیش یک آدمی رسیده دانشمند یک جوان رفته بعد شروع کرده من اینجوری دارم اینجوری مشکلی چالشی 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 چالش بعد یه عالم عالم به اصطلاح دانشمند برش شنیده همه چالشاش رو شنیده بعد گفته من تو رو یک جای میفرستم چون اینجا جای درست نامدی من خودم هم چالش دارم یک جای میفرستم که اونجا اگه بری هایی که تو اونجا جمع شدن هیچ کدامشان چالش ندارن نگرانی ندارن استرس ندارن غم ندارن درد ندارن همه چیز از وا تمام است گفت آدرس بتی ولی خدا آدرس بده لر چیزو تر سری آدرس برش داد مپ گوگل مپ کشید گفت تو فرما بعدی چیکار کرد بوتای خدا گرفت تو دستش گذاشت از دستی که سرعتم دیگه باید سری برسم ما 20 چند سی سال عمرم شد تا بال همچو جای همچو آدما رو دنبالش هستم که من برم همونجا زندگی کنم که چالش ها نباشه بعد بدو 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 بدو, بدو خود رسان دید که مثلا اونجا قبرستان است و بعد گفت آها واقعا اینها چالش ندارن یعنی بعضی ها میگن من چی وقت چالش هایم حل میشه خیلی راحت هر وقتی که از دنیا رفتین و خدا هر وقتی که از دنیا رفتین چالش هایتان حل میشه تا زنده هستیم چالش خواهیم داشت این حادثه ای که حالا در کشور رو ما رخ داده فکر میکنین دیگه تو خیلی بر تو کشورهای دیگه رو بیبی خیلی رخ داده بود قبلا اما فکر میکنین دیگه رخ نمیتن امکان نداره رخ نده بازم رخ خواهد داد بازم رخ خواهد داد بازم رخ خواهد داد این نمیشه که ما بگیم والا دیگه من تمام شد زندگیم دیگه بگذر دیگه الان گذشت من دیگه امیدی ندارم به زندگی و در مردم و گفته دکتر سبهیدی پیامی که گذاشته بود خیلی خوب بود خیلی خوب بود شما مثلا واقعتش پیامش بود که با وجود طالب و داعش بازم زندگی ارزش زندگی کردن داره هر که قرار بیاد در دایره نفوذ ما تو نیست زندگی ما ما و تو در دایره نفوذ من و توست و این مسئولیت ماست که ما حق نداره میره خراب کنیم واقعا مسئولیت ماست که باید خوب زندگی بکنیم در هر حالتش هر اتفاقی که قرار بیفته باید خوب زندگی بکنیم و خوب بگذرانیمش مرسی 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 که یکی از پر استرس ترین دوران های زندگیم که حالا تجارت رو شروع کرده بودم با یه کتابی آشنا شدم به اسم کتاب مشکلات را شکلات کنید یکی از تاثیر یعنی این کتاب نمیدونم توی که من معرفی شد خیلی به من کمک کرد خیلی به زندگیم کمک کرد بسیار دوران پر استرس و پر چالشی داشتم حالا چالش و استرس کوچولو فرق میکنه با هم و جالب بود توی این کتاب میگفتش که یه داستان داشت میگفتش که مثلا حالا داستان بود اون دنیا به افراد میگن که بزرگترین مشکل زندگی تو یه درختی هست به اسم درخت مشکلات برو این مشکل به این درخت آویزون کن بگرد از مشکل بقیه مردم دنیا یه مشکل که از خودت کوچیک‌تر هست پیدا کن بردار برو بعد تو میای میذاری اونجا مشکل شروع میکنی گشتن میلیاردها مشکل اونجا هست خب در نهایت مشکل خودتو برمیداری میری میگی که من مشکلات بقیه از من خیلی بیشتر بود من فکر میکردم بزرگترین مشکل دنیا رو من دارم بحثش خیلی جالب بود گفت اصلا فکر نکن که حالا تو بزرگترین مشکل دنیا رو داری نه دیگران هم چالش های زیادی دارن حالا این کتاب خیلی به من کمک کرد یه،, یه چیز جالب دیگه ای بود که میگفتش که اگر خط زندگیتون صافه شما مردین دیدی اینایی که به دستگاه نوار قلب وصل میکنن این بالا پایین شدن وحشتناک یعنی زنده بودن وقتی شما نوار قلبت اینجوریه یعنی شما زنده ای اگه نوار قلبت صاف باشه یعنی تمومیم دیگه خدا نکنه خب در نهایت این زنده بودن یعنی بالا پایین داشتن حالا بحث رو ادامه بدیم که وقتمونم نگذره مرسی از داداش گل یه بحثی همیشه بود مثال بیل گیتس رو میزدیم حالا بعد بگیم آقای ایلان ماسک یه زمانی آقای ایلان ماسک، آقای برا، ریچارد برانسون، آقای بیل گیتس، آقای وارن بافت ثروتمندترین افراد دنیا، خیرترین ها، بخشنده ترین ها، ترین ها، ها، اینا دایره نفوذشون یه نقطه ناچیز بوده. و اینقدر رو این نقطه کار کردن، اینقدر رو این نقطه کار کردن حالا بیل گیتز چند سال پیش 13 کشور دنیا از لحاظ ثروت بود. یک تنه ادعا کرد که من مالاریا رو ریشی کم میکنم مالاریا بیشترین کشته رو تو دنیا داده کرونا در مقابل مالاریا هیچی نیست اصلا کرونا آمارش به دو فیصد هم نمیرسه مالاریا خیلی وحشتناکه و ادعا کرده که من بهداشت تو, تو تو آفریقا یه کارای بیلگیس داره انجام میده سر همین کرونا نمیدونم 100 میلیون دلار چقدر پول کمک کرده بود برای اینکه سری واکسن ایجاد بشه در هر صورت اینقدر روی نفوذش کار کرده بود حالا برا خودش این دایره نفوذ اینقدر بزرگ شده که بیل یا ایلان ماسک میتونن روی ارزهای دیجیتال تاثیرگذار باشن چیزی که این همه مردم مثلا دنبالش هستن و و و اقتصادها و خیلی چیزای دیگه پس اینو همیشه یه چرخه خیلی خوب هست این چرخه رو من میگم چرخه جالبیه عکسش شیر میکنیم تو گروه ها چرخه اینجوریه میگه آیا آیا استرس داری مثلا حالا مشکل داری جوابش دو حالته یا خیر یا بله اوکی اگر جوابش خیره پس نگران نباش اگر شما استرسی نداری یا مشکلی نداری نگران نباش اگر جوابش بله است سوال بعدی اینه آیا میتونی کاری واسش انجام بدی؟ اوکی مشکل داری استرس داری بله میتونی کاری واسش انجام بدی دوباره یا بله یا خیر اگر جوابش بله است پس دیگه نگران نباش کار انجام بده اگر جوابش خیره بازم دیگه نگران نباش چون نمیتونی کاری واسش انجام بدی دوباره برمیگردی سر همون خونه اول و خیلی ساده است همیشه این سوال از خودمون بپرسیم که آیا میتونیم کاری واسش انجام بدیم آیا تو دایره نفوذ ما هست اگر هست انجام بده برو که انجامش بدی اگر نیست دیگه نگرانش نباش چرا باید یک استرس جوری منو مدیریت بکنه که بقیه بخشای زندگی من فلج بشه اتفاقی که برای خیلی از آدم ها میفته حالا در مورد راهکاراش هم با هم دیگه بیشتر صحبت میکنیم دوستان عزیز چند تا راهکار وجود داره برای اینکه بتونیم در مقابل استرس ها اصطلاحا رفتارهای درستی رو انجام بدیم مدیریتشون کنیم این جریان خیلی مهمه اول از همه اولین راهکار اینه که میگه میخوندم اینو میگفت استرس ها رو به عنوان چالش ها بپذیرید چلنج اینا اینا چلنجن. اینا بخشی از زندگی هستند یه چالشی هستش که این استرس یه چالشی هستش که بخشی از زندگی اول نمیشه ازش فرار کرد باید اونو بپذیریم و بریم به سمت اینکه حالا به قول معروف اینو بتونیم مدیریتش کنیم دومین چیزی که باعث میشه ما بتونیم استرس ها رو حالا مدیریت کنیم چند تا راهکار خیلی ساده هستش این بود که سرعتمون رو کم کنیم دقیقا عنوانش این بود عجله رو تو استرس ها کم کنیم یه خورده یواشتر جالبه حتی راجع به تنفس صحبت میکرد میگفت اکثر انسان ها تنفس هاشون سطحیه دم و بازدمشون عمقی نیست دیدین بعضی وقتا که مثلا یه نفر یه استرس بهش وارد بشه میگه یه لیوان آب بخور چند تا نفس عمیق بکش دقت کردی این بهش میگن دیگه خب ریلکس باش یکی از دوستای دکتر هدی عزیز چند روز پیش اینجا بود یه جمله قشنگ میگفت میگفت نگران نباش همه چیز و کنترله این جمله سر زبونش بود همیشه به ما میگفت اینو مدیتیشن مدیتیشن حالا یوگا های عمیق نفس به قول معروف دم و بازدم های خیلی خوب استراحت های پنج دقیقه در طول روز و از سرعت کم کردن باعث میشه که ما بتونیم یه استرس رو بهتر مدیریت کنیم یعنی ببین همین الان اگر چشمامون مثلا یه لحظه ببندیم یه لحظه همین کار بکنن یه نفس عمیق بکشن با چشم بسته فقط به تنفستون فکر کنید نمیدم نفس عمیق شما چقدر بود از من اینقدر طول کشید ببین همین الان اگر نفس عمیقت کوتاه بود شما هنوز ما،, ما خیلی اون نفس کشیدن بلد نیستیم درسته حسابی خب <تصفح> جدی بعد باید نفس عمیق بکشید چند ثانیه دم و بدی داخل بازمو و بدی بیرون به هیچی فکر نکنی همون این باعث میشه که این باعث میشه که ما ضربان قلبمون بیاد پایین تر چون استرس ضربان قلب زیاد میکنه یکی از چیزهایی که میتونه رو استرس تاثیر گذار باشه این بخش هستش کسایی که ورزش های حوازی انجام میدن از جمله خودم و بقیه دوستانی که حالا توی این برنامه هستن ورزش های حوازی ورزش هایی که باعث میشه ما اصطلاحا حالا عرق کنیم و حالا میدویم بعد ورزش های حوازی دیگه خودتون بهتر میدهد این بسیار توی کاهش استرس تأثیر گذاره انسان که ورزش میکنن استرسشون خیلی کمتر از انسان‌هایی هستش که همش درگیر کار هستن یه جمله جالب بود میگفتش که کار میکنیم سنگین که پول در بیاریم بعد که پول در بیاریم حالا این پول رو باید خرج سلامتی مو بکنیم یکی از چیزایی که فوق العاده مهمه میگن ثروت ترکیب سه چیزه پول شادی سلامت پول شادی سلامت اگر پول داشته باشیم شادم باشیم سالم نباشیم ثروتمند نیستیم اگر سالم باشیم شاد باشیم پول نداشته باشیم بادم ثروتمند نیستیم هر کدوم از اینا نداشته باشیم ثروتمند نیستیم حالا قبل از برنامه بود که ینگه میگفتش که داداش گل میگفت همیشه مراقب وزنت هستی اولین چیزی که من تو هر خونه میگیرم ترازوه اولین چیزی که تو هر خونه میگیرم چون تا زنده هستم باید حواسم به سلامتم باشه حواسم به بادی خودم باشه و اینو توی این تجارت باز یاد گرفتیم این باعث میشه که استرسمون کمتر از بقیه باشه من یه مدت که نتفوک شروع کرده بودم اطرافیان هم میگفتن این مثل کچالو شده سیب زمینی رگ نداره خب و یا جالب بود دیگه میگفتن یا مثلا این احساس نداره نه اصلا موضوع این نیست موضوع بی رگ بودن نیست موضوع بی احساس بودن نیست موضوع این بود که من خیلی خوب خدا رو شکر تا حدودی نه کامل بس تعریف نیست یاد گرفته بودم چجوری استرس ها رو مدیریت کنم توی همایشی شرکت کردم موضوع همایشی که از بخشای همایش موضوع این بود چجوری در سه دقیقه از بین رفتن عزیزترین آدم زندگیمونو بتونیم مدیریت کنیم من هنوزم که هنوز اینو نتونستم درک کنم نمیشه تصور بسانو باید فکر کنیم اصلا تو سه دقیقه تو سه دقیقه این دقیقه چهارم تو باید آدم ریلکسی باشی اصلا, ام... اصلاً نمیتونم بهش فکر کنم و یکی از تنس پردازای ایران رو استیج داشت مردم رو میخندون بعد وسط برنامه آمدن یه چیزی بهش گفتن رفتن بعد این دوباره برنامه رو ادامه داد همه رو ترکوند آخر برنامه که تموم شد گفت من سری باید برم نمیتونم واشتم عکس بگیرم صحبت کنیم چون من وسط برنامه بهم گفتن که مادرم از دنیا رفته وسط برنامه آقای حمید ماهی صفت شاید بشناسیدش و میگفتش که اون لحظه که این خبر رو من دادن من گفتم که من اومدم اینجا وظیفم اینی که مردم رو یک ساعت بخندونم این تعهد منه واسهش پولم گرفته بود و, و, خیلی هم افتخار میکنه به این رسالت و گفتم که من باید کارم رو درست انجام بدم بعد از اینکه کارمو رو انجام دادم حالا باید برم و این خبر منفی که به این وارد شد این استرس به این بزرگی برای هیچ کس امیدوارم اتفاق نیافته که حالا بالاخره اتفاق میفته بعد از 120 سال این تونسته بود اینو مدیریت کنه و خیلی و این آدم آدم بی نیست آدم بی رگی نیست این آدم آدم روح بسیار بزرگی داره منش بسیار قدرتمندی داره که تونسته اینجوری مدیریت بکنه حالا بگیم باز به یک جای رسیده به یک جای در کتاب عادت های میلیون دلاری حالا جناب برانتریسی تمام زندگی را به دو بخش تقسیم میکنه یکی میگه مسائل زندگی یکی به اصطلاح واقعیت های زندگی و چیزهایی که به اصطلاح ما روش میتونیم تاثیر گذار باشیم ببین بس چیز از حقایق و واقعیت هاست باید بیاین تمام زندگی رو دو بخش کنیم چی چیزها واقعیت است مثلا بلندی قدم ما جنسیتم رنگم به اصطلاح شکلم ستایل مویم اتفاقی که دیروز افتاده ببین دی دیروز یک واقعیت است نمیشه تغییرش داد واقعیت ها را میگه هیچ وقت نمیشه تغییر بدین حقایق و واقعیت ها را. و در موردش استرس کردن و چرت زدن و فکر کردن استرس همو تشویش کردن نگرانی داشتن تشویش کردن هیچ دردی را دوا نمیکنه بلکه اکثریت مرض های الاجی که به اکثر انسان ها پیش میشه مرض استرس است متاسفانه که دوا نداره دارو نداره و از استرس میمورن و سکته میکنن و از دنیا میرن و متاسفانه مرضای مختلف در داروخانه ها مرضای روحی و روانی میگن و این خاطر استرس زیاد است و خیلی از کشورهای مشکلات دارن بیبی بی خودتان باید این را کنترل بکنین حالا این میشه مسائل خب چیزایی که شما تغییرش داده میتونین حالا تو بشید در مورد قوارید هر روز تشویش کو وای موی اینجوریست وای بینیم وای قواریم وای همسرم اینجوری است دیگه ببین واقعیت است که شده این بپذیر و بیا امراش کنار بیا بیا زندگی کو بیا خودت به عنوان یک اشرف مخلوقات بپذیر و طوری که هستی خودت قبول کو و ما مطمئن هستم که رضایت تو از زندگی بیشتر میشه این میتونه خیلی ما را کمک بکنه مسائل زندگی رو جدا کنیم چیزایی که ما میتونیم تغییرش بدیم و گفتن اما دایره به شکل دایره نگ... نفوذ میشه دیگه حقایق چیزایی را که ببینیم شما هر حادثه‌ای که رخ میده و باعث استرس در شما میشه از خودتون یک سوال بپرسین آیا شما میتونین برش کار انجام بتین؟ آیا در دست شماست خو خو وقت یا میتونین تاثیر بگذارین تغییرش بدین عوضش بکنین خب وقت تغییرش دادن میتونین چرا تشویش میکنین چرا نگرانی دارین بعضیا میگن نگرانی و استرس یا تشویش مثل از این میمانه که در فضای آب و هوای بسیار خوب و شیک بهاری با چتر بگردی ترس از که نکنه باران شوه نکنه باران شوه ولی از خدا باران نشد از این فضا لذت ببر دور کو چترتن بعضی وقتا بعضی اینطوری ترس و تشویش دارن و از اون خاطر بحث استرس فکر میکنم خیلی بحث مفصله است خیلی اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم فکر نکنم یک جلسه هم بتونیم ببندیمش حالا نکاتی که داداش گل داره در دقیقه دیگه فرصت داریم اما برتان بگویم که خواهش میکنم از ایتان خواهش میکنم که خودتان را دوست داشته باشین به خودتان ارزش قائل باشین به خودتان آسیب نرسانین اتفاقی که افتاده افتاده آیا میتونین کاری برش کرد؟ این یعنی قدرت میخواید شما با او جایگاه قدرتمند قوی شوین کمی در زندگیتان که واقعا سخترینش مرگ پسرت است ایران باید بپذیری ببین تو باید به با جای برسی باید قبول کنی که یک روز ما از دنیا میریم از میگه چپ 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 من لا. لا بابا چی دهن ما من میرم یک روز از دنیا کتابی وطن جو رو باز کنیم من تاریخ مرگ خدا نوشتم چیزی که در روی قبر من میشه و وسطش نوشتم ترس ندارم من تاریخ تولد نوشتم تاریخ 1989 تا 2089 89 فکر میکنم. سال ماشاءالله سال در نظر گرفتیم حالا خداوند اشتیای ما صد سال بود خدا به تبرکت اگه بیشتر داد دیگه بیشتر حالا صد سال کمتر هم داد فرق نمیکنم من من نوشتم و این یعنی یعنی که یک روز از دنیا میریم واقعا و این را اگه کس بپذیره به نظر من این سختترین استرس است از دست دادن یک عزیز و از قبلا بر آمده باشی از قبلا برش آمده باشی چند روز پیش خدا بیامرزه یکی را ما دفن میکردیم بعد جالب و جای برده بودیمش به شستن بعد گفتن این خودش کفنش خریده دو دانه از مکه بر اینو کفنای خودش بیارین که از مکه آورده جالب بود حالا سنش خیلی بالا بود اما ببین آدم به اون جایگاه میرسه به نظر من خیلی جالبه و نباید بترسیم از این چیزا و ایره باید در زندگی داشته باشیم خودتان دوست داشته باشین مرضای لاعلاج که علاج نداره از استرس به وجود میاد اکثر دردها اکثر لرزه دستها، پاها سرها دردای سر اکثرش از استرس است خشک شدن بدن باور کنین و خیلی خیلی و از دست دادن وزن از حالت نرمال آمدن به حالت پایین رفتن خیلی حالا برین سرچ کنین خدا هیچ کسی را همچون استرس نصیب نکنه پس متوجه باشین اتفاق گفتاده پدر مادر هر هر حال حادثه که میشه حالا کشور ما جایگاه مادر را بر ما داره. چیز از دست ما میاد خب نه دیگه استرس نباید بکنیم تشویش نباید بکنیم بریم خدا مدیریت بکنیم ذهن خود درگیر بکنیم بریم کتابی بخونیم بریم جلسه اشتراک بکنیم نه اینکه از این جلسه فرار کنیم والله ما در چی حالت هستیم تو با ما جلسه میگیری تو با ما بزنس میکنیم من دیروز نوشته کردم در کتاب چند روز ما در زندگی بحث سیاسی نمیکردم این قد تحت استرس بودم این چند روزا که ما در فیسبوک بعض وقتا پست هایم میگذارم که بعضی از ام ناراضم شدن بعضی از پست های من کردم دوباره بعد از چند دقیقه که گذشت و خدا چی بود خو از استرس بود آمدم اون پست گذاشته بودم در فیسبوک بعضی پست های استرسی مثلا گذاشتم ممنون است که موضوع است که این ای, ای استرس های که پیش آمده اتفاقی که پیش آمده بعضی وقتا حالت یادم طوری میکنه که چیزهایی میگه که حتی نمیفهمه چی میگه و باید خودت کنترل داشته باشیم متوجه خود باشیم مواظب خود باشیم و چی میگن به خود آسیب نرسانیم به خود آسیب نرسانیم در هر حالتش باید زندگی بکنیم در هر حالتش باید زندگی بکنیم مرس ممنون داداش گل وقتمون کمه من فقط سریع بگم کسایی که تو فضاهای سبز و طبیعت و اینا میرن استرسشون کمتره کسایی که لبخند میزنن باور کنید لبخند زدن خیلی عالیه کسایی که همیشه حس و حالشون خوبه ما چندین ساله که یاد گرفتیم همیشه بگیم حالمون عالیه یعنی اصلا نمیریم سمت اینکه یه چیزی یه چیز دیگه جواب بدیم یکی داشت در مورد ناراحتیاش میگفت گفتم چقدر عالی بعد گفت یعنی چی چقدر عالی گفتم ببخشید من همش این سر زبون مهی میگم چقدر عالی داشت در مورد بدبختیاش میگفت واسه ما من گفتم چقدر عالی بعد این فکر بهش توهین میکنم گفتم ببخشید معذرت میخوام من اصلا کلا همیشه میگم چقدر عالی خب حتی در مورد میگم چقدر عالی واقعا کلمه دیگه به ذهن هم نمیرسه همیشه حالت چطوره برخلاف همه حالم عالیه فوق العاده است همه چیز خوبه همه چیز پرفکته همه چیز در جهت بهتر شدنه هر اتفاقی جملات مثبت تاکیدی خیلی ز تاثیر گذاره هر اتفاقی که میفته یه خیلی توی این موضوع واسه من هست درست را رفتن درست نشستن همه اینا توی کاهش استرس تاثیر گذاره و دوستان عزیز در آخر چند تا بحث مهمم داریم که اینا رو بهتون بگم از فضاهای منفی خودمون رو تا میتونیم دور کنیم تا میتونیم خودمون رو دور کنیم هر پیجی که من میبینم داره چیزهای منفی میذاره یه دکمه هست به اسم بلاک ما توی اینستاگرام فوش بهمون همون میدن نمیدونم توی فیسبوک بعضی وقتا حرفای بد میزنن من نه ناراحت میشم نه عصبانی میشم نه یه دکمه هست تق بلاکش میکنن میشه میره بعضیا هستن فقط اخبار منفی رو ببین. تا میتونیم خودمون رو از فضای منفی دور کنیم خیلی توش نیست به جز اینکه زندگی ما رو به قول داداش و گل سیاهتر میکنه پیجایی که خبرهای خوب نمیذارن رو دلیت کنید تو اینستاگرام تو فیسبوک آدمهایی که راه به راه بهتون منفی میدن رو یا کنترل کنید یا بیخیالشون شین بیاین سراغ افرادی که بهتون مثبت میدن سعی کنیم اطراف خودمون رو از چیزهای مثبت پر کنیم چون در واقع بدن ما فیزیولوژی که ما پاسخ میده به اتفاقای مثبت و اتفاقای منفی که اطرافش هست این در مورد گیاهان امتحان شده در مورد حیوانات امتحان شده بیش از هفتاد فیصد بدن ما رو مایعات و آب تشکیل میده و تمام چیزها روی مایعات تاثیرگذاره که یه بحث مفصلی هستش تا میتونیم خودمون رو از این جریان ها دور کنیم به تغذیه‌مون خیلی دقت کنیم باور کنید آدم ها باید قوی باشند تا بتونن خودشون رو تو شرایط سخت کنترل کنن وقتی یه استرسی وارد میشه آدم های ضعیف آدم هایی که تغذیه خوبی ندارن بیشتر آسیب میبینن تا اونایی که قوی ترن این یه واقعیت من هر وقت یه ناخوشی سراغم میاد که آخرین باری که من فکر کنم رفتم بیمارستان سه سال پیش بود تو کابل سرما خوردم رفتم دو تا درزی و پیچکاری و سر و اینا زدم الان دو تقریبا البته کرونا هم که گرفتم اونم نرفتم فقط یه هفته افتادم هیچ کس نفهمید من کرونا دارم تمام جلسات ما یه جلسه میذاشتم 6 ساعت بیهوش می شدم از بس فشار به میومد دارام رفتم گرفتم ات... وقتی خوب شدم من خبر منفی به هیچ کس نمیدم حتی با علیرضا جان جلسه داشتیم با داداش و گل هیچ کس نمیدونست ولی بعد یه هفته سری جمع جور کردم خودم و همه جلساتم رو میذاشتم به فاصله 4 5 ساعت 4 5 ساعت جلسه میذاشتم که بعد از اینکه جلسه تموم شد دیگه همون کنار لپتاپ میافتادم چون انرژی نداشتم و 7 8 کیلو وزن کم کردم تو اون فاز ولی با تمام قدرت برنامه رو انجام میدادم همه دو هفته اگه خوب میشنم ما یه هفته ای خوب شدیم چون همش تلقین بود همش انرژی مثبت بود همش بس بود که من سریع خودم رو جمع جور میکنم در هر صورت و اینا راهکارهای خیلی ساده هستش که باید انجام بدیم هر چی روی خودمون کار کنیم آدم آدمهای قوی آدم که رشد میکنن ببین هر چیزی که ما رو عصبانی میکنه نقطه ضعف ماست اگر رو خودمون کار کنیم اگر واقعا روی رشد شخصیمون کار کنیم فوقلاده استرس ها رو بهتر میتونیم مدیریت کنیم و تا میتونیم باید ذهنمون متمرکز چیزهایی که تو زندگیمون مهمه متمرکز اونا داشته باشیم ما کسایی که توی نتورک هستن دارن بیزنس انجام میدن ما میگیم هاشی ها رو از اطراف خودمون پاک کنیم تا میتونیم متمرکز باشیم روی اینکه چه کاری داریم انجام میدیم من چه هدفی تو زندگیم دارم هدف ما تو زندگی اینه که خودمون رو به یه جای خیلی خوب برسونیم و کمک کنیم اطرافیانمون به یه جای خیلی خوب برسن ما باید سرس انرژی دادن به بقیه باشیم ما باید سرس روحیه دادن منبع روحیه دادن به بقیه باشیم ما باید منبع امید دادن باشیم مخصوصا تو وضعیت سخت من یه جمله همیشه تو چالش ها به هم کمک میکرده تو بدترین و سختترین شرایط و اونم این بود که و این نیز بگذرد و این نیز بگذرد و این نیز بگذرد تو یکی از پرچالش روزهای زندگیم که با یه گچ رو دیوار اینو می و این نیز بگذرد روزهای سخت میگذرد و ما از روزهای سخت قوی تر هستیم این روزها میگذره این استرس ها تموم میشه فقط چیزی که وجود داره وظیفه ما اینه ببینید اینا اینا جزء وظایف ماست دوستان عزیز جزء وظایف ماست که تا میتونیم مخصوصا در وضعیت فعلی هر کی که تو افغانستان دارید هر روز بهش یه پیام مثبت بدیم قوی باش محکم باش پر انرژی باش این روزها میگذره وظیفه تو اینه که قوی باشی و بتونی خودت رو کنترل کنی تو وظیفت اینه که به خانوادت انرژی بدی تو وظیفت اینه که برای بقیه الگو باشی بذار تو تکیهگاه دیگران باشی قرار نیست تو تک بقیه تکیهگاه تو باشن تو اون فرد قوی باش که هر روز شروع کن این پیام ها رو به اطرافیانت دادن هر روز تو فیسبوکت اینا رو بذار هر روز تو اینستاگرامت اینا رو بذار بذار حتی بقیه فکر کنن که تو دیوانه شدی ولی تو یک دیوانه مثبت پر انرژی هستی که داری به بقیه این انرژی و این امید رو میدی باعث ایجاد لبخند تو دیگران بشین باعث ایجاد حس خوب تو دیگران بشین این وظیفه ماست در نهایت روزی که از دنیا رفتیم میگن این آدم ارزشمندی بود ما هر وقت یاد این میفتیم یا لبخند میزنیم یا خاطره خوبی داریم یا انرژی میگرفتیم ازش یا امید میداده یا روحیه میداده این وظیفه ما به عنوان یه نتورکره دوستان عزیز و من مطمئنم که هر استرسی که دارین این حل میشه تجارت قدرتمندی داریم خانواده قدرتمندی داریم بیزنس پارتنرهای خیلی خوبی داریم همه چیز به سمت خیلی خوبی پیش خواهد رفت چون ما روی چیزهایی که تحت نفوذمون هست تمرکزمون رو خواهیم گذاشت وقتمون تقریبا تموم شده مرسی از اینکه بودین مرسی از اینکه گوش کردین مطمئن باشید که مطمئن باشید که بهترین اتفاق ها واسه افرادی که منتظر بهترین ها هستن میفته من و شما قرار این کار انجام بدیم دمتان گرم از خدا قوت بریم که یک هفته خوبی را داشته باشیم و به با گفته داداش گل در دا وضعیتی که همه در چالشن همه در مشکلاتن ما بیاییم الهام بخش باشیم روحی ده باشیم در وضعیت گل و بلبل و بو همه چیز خوب باشه همه خوبن بیاین هنرمند کسی است که در وضعیت سخت و ناخوب بهتر باشه و حسش نگه داره و شما به عنوان یک نتورکر و همه ما جزو آدم‌ها باشیم روزتان خوش خدا نگهدار خدا نگهدار همگی دمتون گرم مرسی, مرسی.